من موقعی که به کلیسای آلمیره میام انگار خونه پدرم هستش دیگه. ما خودمونو خیلی راحت احساس میکنیم چون خدا رو شکر کلیسای آلمیره باعث برکات زیادی بوده و اگه ما خدمتهایی تونستیم بکنیم با حمایتها و پشتیبانی کلیسای آلمیره بوده و مخصوصا در شروع کلیسای زووله، کلیسای آلمیره به مدت طولانی ما رو ساپورت کردن، حمایت کردن و هم از لحاظ مالی و دعا و مسائل دیگه و خدا رو شکر میکنیم برای وجودتون و ممنونم که این افتخار رو دادید که امروز در بین شما باشم و بتونم پیغام خود، کلام خدا رو برای یکایک شما بیارم. امروز میخوام شما رو به 2018 سال پیش ببرم و در همین روزی که امروز هست، یعنی دقیقاً امروز 2 هفته بعد از قیام عیسی مسیح، میخوام شما رو به اونجا ببرم و ببینیم در اون روز چه اتفاقی افتاد. ها؟ و قبل از اینکه پیغامم رو شروع کنم، یه سرودی در قلبم هست، میخوام این سرود رو برای شما بخونم، امیدوارم بتونم بخونم. و این سرود در مورد یک غریبه صحبت میکنه، که غریبه‌ای که روز اورشلیم وارد اورشلیم میشه و دنبال عیسی مسیح، از همه جا دل بریده میاد که مسیح رو پیدا کنه، چون شنیده که مسیح ناصری هست که میتونه اونو نجات بده. و از قضا روزی که وارد اورشلیم میشه، عیسی مسیح رو به صلیب میکشن و اون برخورد میکنه با این صحنه صلیب و بعد با قیام مسیح و بعد از اون ادامه خواهیم داد. پس قلبامون رو باز کنید وقتی که سرود رو میخونیم. میخوام قلباتون رو باز کنید. اجازه بدید روح القدس با قلبتون صحبت کنه. شاید امروز دل شکسته هستین. شاید امروز با شک و تردید اومدین. شاید امروز شاد هستین. همیشه نمیتونیم بگیم همیشه ما بدیم، مشکل داریم. شاید امروز با برکات اومدین. چنانکه من پارسال در سال خیلی سختی بودم، ولی امسال سال برکات برای من. و میخوام یه دستم بزنید برای من و زاغی که داریم بابا بزرگ میشم. بله. پس بعد از حدود 6-7 ماه ما صاحب نوه خواهیم شد، اگه خدا فیض بده، و دعا کنید با همه چی خوب پیش بره و قلب ما شاده. پس با برکات اومدم و نمیدونم، شاید شما هم در شادی و برکت هستین، ولی شاید مثل من سال پیش در سختی و مشکلاتین. ولی خداوند امروز میتونه قلب‌های یکایک که ما رو لمس کنه. با هر طور که اومدیم، او میتونه قلب‌های ما رو لمس کنه. او عارف قلب‌های ماست. آمین. جمعه بود آن روز تاریک، آسمان هم داشت می‌غرید، پر از درد و غم و غصه، دلم از دنیا شکسته. وارد اورشلیم شدم، سراغ او را گرفتم، او را میگویند ناصری، برادر تو او را دیدی. جواب مرا ندادند، بعضی ها پوزخندی زدند، بعضی ها را گریان یافتم، جواب خود را نیافتم. یکی به من گفت غریبه، دیگه دیره وقت گذشته، اون که طالب او هستی خیلی وقت در گذشته. کمکم کنین، خسته ام، مرد دست و پا بسته ام، تنها به او دل بسته ام، چطور او از من گذشته. یکی به من گفت غریبه، عیسی الان رو صلیبه، میادگاه خدا امروز، جلجتایی که براهان صلیبه. نگاه کردم صورتش را، غمهای خودم را دیدم، میخوا بر دست و پاهایش،
مرگ و گناهم را دیدم، روی لپایش بودی نقش. به بخشیشان را پدرم، من همانم ای خداوند، که ندانستم چه کردم. روز یک شنبه بود آن روز، سوی قبر عیسی رفتم. هنوز دلم پر درد بود، به خودم گفتم غریبه، فرصت خوبی امروز. با دل سیر بکن گریه، گریه بهر گناهانت، بهر عیسای ناکامت. مردم همه در تکاپو از هم دیگر می پرسیدند، شاگردانش او را بردند، چرا عیسی را دزدیدند. یکی به من گفت غریبه، عیسی از قبرش برخواسته، باید شادی کنید امروز، ناصری از قبر برخواسته. گفتم برادر تو دیدی، اونو به من نشون میدی. گفت غریبه او را دیدی، صدای او را شنیدی. گفتم خداوند تو هستی، وای به من تو زنده هستی. بخشش خودم را دیدم، آزادیم را چشیدم. خوشا به حالت غریبه، خوشا به حالت غریبه، خوشا به حالت غریبه، خوشا به حالت غریبه. آمین. این سرود رو کشیش روی راوانسیان که امروز الان در ایران هستن، این سرود رو خواندن و کشیش برادر روی خدمات زیاد و عالی رو در سرودها و پرستش کلیسای ایران انجام دادن و از ایشون هم اینجا جای فرصت خوبیه که تشکر کنیم به خاطر زحماتشون. خدا رو شکر. پس میخواییم بریم به عقب. یکم رفتیم ها با این سرود، با اون حالا هوای صلیب و قیام مسیح از مردگان. مسیح قیام کرد و او زنده شد و ما خدایی داریم که او زنده است. دیگه لازم نیست عزاداری بکنیم برای مرگش، بلکه با شادی و قوت میریم جلو. عیسی مسیح یک هفته بعد از قیامش به شاگردان خودش رو نشون داد و هفته بعدش به خاطر تومای شکاک به بین شاگردان دوباره اومد که امروز همون روزه، یعنی دو هفته بعد از عید قیام، امروز روزیه که عیسی برای ملاقات تومای شکاک به بین شاگردان اومد. متاسفانه من نمیدونم، توما در آسمان خیر همه ما خادمین رو خواهد گرفت. میگه بابا یه بار ما یه اشتباهی کردیم، شکی کردیم، شما تا آخر تا ابدیت آبرون رو بردید، ای تومای شکاک و تومای شکاک. ولی میدونید ما ایرانی ها ایمانم رو مدیون تومای رسول هستیم. ما ارامنه ایمانم رو مدیون تومای رسول هستیم. هندی ها تا هندوستان توما شاگرد عیسی مسیح، از ایران تا به هندوستان پیغام نجات رو به اونجا رسوند. و توما مرد خدا بود و تومای معروف به دوقلو و کلام خدا میگه شکاک، با دادن جان خودش شهید میشه برای خداوند. او رو در کوره آتش میندازن و با نیزه میکشنش. و این داستان در واقع توما هستش که در آسمان رو خواهیم دید. و خواهش میکنم حتما تشکر کنیم، مخصوصا ما قوم ایران و ارمنی و هندی ها
باید از تومای عزیز خیلی تشکر کنیم چون خدمات زیادی رو انجام دادن. اگه تومای شکاک اسمش همون شکاک میموند، در افسردگی و تنهایی نمیدونم چه بلایی سرش میومد. حتی بعد از قیام مسیح اگه تومای شکاک اونجور میموند چه اتفاقی میافتاد؟ امروز اسم شما چی در رفته؟ ها؟ اسمتون چیزی در رفته؟ ها؟ میگن یکی سیبیل داشت، میگفتن رضا سیبیل. بعد این بنده خدا خیلی عذاب کشید، رفت گفت بابا این سیبیله رو بزنم خیالم راحت شه. سیبیلو زد، دیگه معروف شد به رضا بی سیبیل. به هر حال اسم بعضی موقع میمونه و امروزه بعضی موقع خیلی برچسبا روی ما هست، ولی کدوم مهمه و باید ببینیم چیکار باید بکنیم با این برچسب، باید ادامه بدیم زندگی کنیم در فلاکت. یکی میگن نمیدونم تنبله، یکی میگن شلوغه، یکی میگن اسما زیاده ها و لقب ها زیاد میدن به ما، ولی امروز میخوام این لقب ها رو به نام عیسی مسیح تبدیل بکنیم به امید و قوت روح القدس. آمین. امروز میخوام از برادر ما توما یاد بگیریم که باید به جلو بریم و حرکت کنیم و کارهای بزرگی میتونیم بکنیم برای خداوند، اگه حتی اسممون خرابه و بد در رفته. آمین. میخوایم بریم جلو؟ اسم همتون چیزی در رفته یا نه؟ حالا نگید که ناجور میشه، بگید اگه درم نرفته در میرم. الان میخواستم بگم اسمم چی در رفته، گفتم وارتان هیچی نگو، دوباره اینجایی هم که نمیدونن ادامه پیدا میکنه، پس بهتره هیچی نگیم. بریم جلو. توما و شاگردان مسیح با دید و رویایی که در این 3 سال و اندی با مسیح قدم برداشتن، با اون رویا با مسیح همراه بودن که او پادشاه اسرائیل خواهد شد. و روزی رسید که وارد اورشلیم شد، همه رختا رو انداختن زیر پای مسیح و گفتن مبارک است کسی که به نام خداوند می آید. هوشیانا، رختا رو زیر پای مسیح انداختن. شاگردا گفتن واو، داره اتفاق می افته. الانه که مسیح دیگه امپراتوری روم رو به خاک و خون بکشه و خودش پادشاه اسرائیل بشه و از این ظلم رهایی پیدا کنیم و اون این مسیحاست و باید ادامه پیدا کنه ملکوت و پادشاهی. ولی روزی رسید، روز جمعه، جمعت الصلیب، که مسیح رو روی صلیب کشتن. من میخوام خودتون رو جای شاگردان بذارید، چه اتفاقی براتون میفتاد؟ توما میبینه واو، خداوند دیگه کورها رو بینا میکرد، مرده رو زنده کرد، لنگ و خرامان کرد، گناهان رو میبخشید، 5000 نفر گرسنه بودن سیر میکرد، معجزات عالی انجام میداد، روی دریا راه رفت، ولی امروز روی صلیبه. حتی شاید من فکر میکنم تو اون لحظات آخرم میگفتن الانه که از روی صلیب جلال آسمان آشکار بشه، لشکر آسمان به زمین بیاد و عدالت رو برقرار کنه و صلح و راستی رو به جا بیاره. ولی میبینیم توما و شاگردان با چیز دیگه‌ای برخورد کردن. مسیح روی صلیب مرد و او رو دفن کردن. و من اگه اونجا بودم نمیدونم، شاید قاطی میکردم. واو، امیدم، تمام امیدی که داشتیم تموم شد، در قبر فرو رفت و همه به یک جایی رفتن و همه مسیح رو ترک کردن. البته به غیر از یوحنا و خواهران، میبینیم مریم مجدلیه، اونها وفادار بودن، خواهرها همیشه شیردلن، ترسی ندارن و اونها تا به آخر، تا به پای صلیب بودن. و میبینیم در اون اوج ناامیدی و شکست، شاگردان چیکار کردن؟ رفتن، درها را بستن، همه در ترس و نگرانی. امروز شما در چه حالی هستی؟ آیا در ترس و نگرانی هستی؟ در شک و تردید هستی؟ خیلی خوبه آدمو تو زندان بذارن، برادرمون تو زندان بودن، یکم هم لذت بخشه نه؟ از یه طرف سخته، ولی از اون طرف میگی شکر خداوند به خاطر نام تو زندان افتادم. من یکی دو بار بازداشتگاه بودم، ولی مثل برادرمون واقعا مدت طولانی نیست، میتونم راحت بگم خوب بودم، ولی سختی و مشکلات داشت. ولی وقتی که
ما خودمون رو میندازیم توی زندان، درارم از تو میبندیم، این خیلی سخته از اونجا در اومدن. خیلی راحته، ما به هر حال روزی امیدواریم یکی در رو وا میکنه از زندان، به هر حال خداوند معجزه میکنه، وکیل هست، همه چی هست و یک روزی از این زندان بیرون میاییم. ولی زندانی که ما در اون خودمون رو گرفتار میکنیم، خیلی سخته از اون در بیایم، نه؟ آیا امروز حاضر هستیم که از این زندانی که خودمون برای خودمون بستیم، درارم از تو قفل کردیم، جا امنه، همینجا خوبه. ما با شبانان در کلیسای در خرونینگن، با شبانان کلیسای هلندی ماهی یک بار جمع میشیم و اونجا کلیساهایی هستن که اعضای زیادی دارن، 5000، 6000، 7000 عضو دارن و اونجا شبانان میگن مردم اعضای ما احساس مسئولیت ندارن. میان کلیسا 7000 نفر داریم ولی همه میخوان در اون خودشون باشن، دیگه نمیخوان برای دیگران، هر کسی خود، من خانواده خودم، ایمان خودم، دیگه با کسی کاری نداره، هیچکم با کار به من کاری نداشته باشه. و امروزه در واقع این هستش ها، همه چی برای خودم و اونجا یک دیواری میکشیم دور خودمون، فیسبوک خودم و وایبر خودم، واتساپ خودم. یکی گفت خداوند رو دوست داری؟ گفت آره من حاضرم همه چیمو بدم. خداوند گفت موبایلتو بده به من. گفت موبایل. امروز فکر کنم خیلی ارزش داره این موبایل. موبایل از دست مردم بگیری نمیدونم قاطی میکنن ها. و امروز ما چطور زندگی میکنیم؟ آیا در یک محیط امنی رو برای خودمون فراهم آوردیم که کسی با من کاری نداشته باشه؟ منم به کسی کاری ندارم. امروز دنیای امروز ما این هست. ولی عیسی مسیح میخواد وارد این درهای بسته بشه. او میخواد وارد این درهای بسته بشه. او منتظر نیست. او میتونه از درهای بسته هم وارد بشه. وقتی شاگردان درو بسته بودن، همه در ترس نگرانی، خوشا به حال شما، شلوم، سلامتی بر شما، واو، شاگردان مسیح زنده در میان ما حاضره، این چیه ما میبینیم؟ خوابه؟ و اونجا بود که شاگردان تازه دوزاریشون شاید افتاد. واو، او گفت این هیکل رو خراب کنین، من 3 روز دیگه بنا میکنم، 3 روز دیگه این هیکل بنا شده و امروز اونجا در میان ماست. و میبینیم شاید حتی تو ما حال و حوصله اون جمع شاگردان هم نداشت. بعد از یه هفته اونم زده بود به کوچه خیابون در تنهایی، حالا نمیدونیم ها. میبینیم حتی شاگردان، پتروس هم میره به دیگه به ماهیگیری شروع میکنه، میگه دیگه تموم شد دیگه همه چی، تموم شد، ما بریم به ماهیگیریمون که مسیح میگه که تو رو بندازیدیم و بعد چشما باز میشه. واو، مسیح زنده است در میان ما. و تو ما نبود در اون هفت روزی که مسیح رو ملاقات کرد. و جالب برای من اینجا بود، مسیح میگفتش که تومای شکاک شک کرد، بره دنبال کارش. این همه بی معرفت، این همه من به تو محبت کردم، اقلا بین شاگردان بودی منو خودمو نشون میدم. ولی میبینیم نه، عیسی مسیح بعد از دوباره یک هفته به خاطر توما بر میگرده. توما بیا، واو، توما بیا و لمس کن جاهایی که سوراخ شده، نگاه کن، ایمان بیار، ببین من زنده شدم. و عیسی مسیح به خاطر هر کدوم از شما حاضر بیاد، هر کدوم از شما. اگه خودتو کوچکترین میدونی، فکر میکنی از همه ترد شدی، حتی شاید تو ما رو، حتی میگفتم بابا بیا زنده شدی، میگو نه من تا نبینم، همه میگو بابا این شکاک بگه فایده نداره، اینو ولش کنیم. ولی عیسی مسیح به خاطر اون تومای شکاک اومد. امروز او به خاطر شما میتونه بیاد در قلب شما وارد بشه و شما رو عوض بکنه. ایمان دارید که میتونه شما رو عوض بکنه؟ و وقتی که توما با این صحنه برخورد میکنه، حتی دستم نمیزنه، من نمیبینم که دست بزنه، میگه وای خدای من، تا قبل از اون میگفت پسر خدا هستی، ولی میگفت، ولی گفت وای خدای من و ای خداوند من. براش چشماش باز شد که این خداوند زنده است. برای ما چشمای ما باز شده. در افسوسیان باب 1 از آیات 18 میگه دعا میکنم تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست و کدام از قوت قیامت عیسی مسیح که او را از مردگان زنده کرد. و امروز من دعا میکنم چشمان ما باز بشه با مسیح زنده ملاقات بکنیم
و مسیح زنده را اگه ملاقات بکنیم، من نمیگم همه مشکلاتتون حل میشه، در مشکل خواهید بود، ولی امن راه میرید. الان بچه واهیکو بیارید، بگید در تاریکی برو، تنهایی نمیره، میترسه، ولی دستش رو دست واهیک یا سونیا باشه، راحت میگه هر جا میخوای ببر، دستم تو دسته چیه؟ امنیه. در تاریکی، در دره، در... پس من قول اینو نمیدم دره ها و سختی ها نخواهد بود، دره ها، سختی ها، مشکلات خواهد بود، ولی عیسی زنده در این مشکلات پا به پای ما داره میاد جلو و ما رو بلند میکنه و ما رو تقویت میکنه و او قادره که ما رو زنده بکنه. من نمیدونم اگه هیچ دردی نبود مردم چطور شفا رو احساس میکردن. میدونید میگم وحشتناکترین مریضی اینه که درد رو احساس نکنی. یک نفر چند وقت پیش من خوندم که میگفت دعا کنید که بچه من درد رو احساس بکنه. دعا کنید درد رو احساس کنه. چون بچه درد رو احساس نمیکنه. میفته پایین، سرش میخوره به یه جای، درد نمیفهمه چیه. سکته خونریزی مغزی، یا دستش یه جای میره، خون میره، نمیفهمه، درد احساس نمیکنه. درد باعث میشه که ما حتی شفا رو بگیریم از خداوند. درد احساس خطر رو نشون میده. اون وجود اون خطر رو به ما نشون میده. و اگه امروز درد دارید، من به شما برای شما مژده دارم. عیسی قادره که این درد شما رو شفا بده. او زنده است. او در میان ما حاضره و او میتونه ما رو عوض بکنه. کوره های آتشه که ما رو به طلا تبدیل میکنه. آمین. میخوام در این فرصت دعا بکنیم و قلبای خودمون رو باز بکنیم برای در حضور خداوند. و این پیغام برای شماست که امروز او میخواد شما رو تبدیل کنه. او میخواد از شکا، از نگرانی ها به قوت و امید شما رو ببره. همونطور که تو مای شکاک رو از ذلت، از شک، از تردید به قوت و شاهد امین تبدیل کرد که بتونه برای خداوند کارهای بزرگ بکنه. و امروز او قادره که تک تک شما رو ملاقات کنه. هیچ کدوم از شما اینجا کوچیک نیستین در حضور خدا و او میخواد امروز به ملاقات شما بیاد. عیسی میخواد از درهای بسته وارد قلبتون بشه. در قلبتون رو باز بکنید و او با قوت قیامتش حاضره که ما رو عوض بکنه. سرای خود رو خم کرده چند لحظه دعا کنیم. هاللویا. خداوند عزیز، خداوند عزیز، ای خداوند، ای خداوند، خداوند عزیز، پدر عزیز، شکرت میکنیم. او خداوندا، امروز مشتاق ملاقات تو هستیم. خداوندا، امروز میخواییم با قیامت از مردگان که زنده شدی، میخواییم امروز قیام تو برای ما ملموس باشه. نه فقط جشنی باشه، عیدی باشه، بلکه قوتی باشه برای هر کدوم از ما. خداوندا، بیا و با قلبهای ما صحبت کن. قلبهای ما رو لمس کن خداوند عزیز. ای خداوند، ای خداوند، او خداوند عزیز، او رپالا باداگستی بری بیدی بیدی کست. قلبهای خودمون رو در حضور خدا باز کنیم و اجازه بدیم که روح القدس قلبهای ما رو لمس کنه. مسیح زنده میخواد در اون درهای بسته وارد زندگی شما بشه. اون میخواد در لحظه لحظه زندگی شما در وسط زندگیتون باشه، در بین شما باشه، نه در بیرون در، بلکه داخل و اون ارباب و رئیس شما باشه. او خداوند عزیز، میتونم خواهش کنم سرود خواهم هر روز با تو راه روم، این سرود رو دوباره بذاریم و این سرود رو بخونیم. هاللویا. خداوند عزیز، و بگیم روح القدس عزیز، میخوام با تو راه روم. مسیح، میخوام با تو راه برم. جایی که تو قدم میذاری میخوام راه برم. میخوام تو خداوند قیام کرده من باشی در زندگی من. او خداوند عیسی، هاللویا، هاللویا، ای خداوند، ای خداوند،
او خداوند عزیز. آیا کسی هست که خودشو در این زندان میبینه؟ یا کسی هست که شک و تردید از اینکه اسمش در رفته نگرانه؟ میخوام امروز در قلب تو باز بکنی. نمیخوام دست تو ببری بالا، چون نمیخوام مسیح نمیخواد چیزهای منفی ما رو بلند بکنه، بلکه میخوام سر پا بیستیم همه ما، چون این چیز رو میبینم که همه ما احتیاج داریم که خداوند ما رو لمس بکنه. هاللویا. از هر نوع شک، تردید، هر نوع یأس، ناامیدی، هر نوع ترس میخوایم امروز این خداوند زنده ما رو ملاقات بکنه، تا با قوت بتونیم برای او شاهد امینی باشیم. موزیک هست یا نیست؟ مره؟ آره؟ یا؟ کنتو متخیتر؟ آهم هر روز با تو راه روم. پرو بیرون. هاللویا، هاللویا. هاللویا، ای خداوند. خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت را بشنوم. راه روم، صدایت را بشنوم، مژده خوش نجاتت را همه جا رسانم. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بیام تا هم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. چون اراده ات را نجویم، ببخش مرا مسیحم. هم سویت شتابان روم، با تو راه روم. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بیام تا هم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بیام تا هم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. آیا میخوای او سلطان قلب تو باشه؟ سرود رو میخونیم، این اعتراف قلبی ماست. بگی میخوام سلطان قلبم باشی. اگه یه روزی موبایلم هم خواستی به تو میدم، آمین. یه روزی قلبم هم خواستی به تو میدم و همه زندگی من مال توه. میخوام تو شاه و سلطان قلب من باشی. این سرود رو دوباره میخونیم و بیایم با ایمان این رو بخونیم. مسیح زنده باید سلطان قلب من باشه. واو! اگه او سلطان قلب من باشه، چقدر عجیب و عالی خواهد بود. آمین. از هیچ چیزی نخواهم ترسید. از تیری که در شب میپره، از مشکلات، از بیپولی، از مرض نخواهم ترسید، چون تو با من هستی. آمین. هاللویا. نه قلبم تو عیسی، مهر تو بیام تا هم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بیام تا هم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. هاللویا. فادر خود فرخ میده. سود پدر جان، محبت تو رو میخونیم. تمامی این نقشه، نقشه پدر آسمانی بود که محبتش رو نسبت به ما نشون بده تا او با ما مشارکت عالی داشته باشه.
بیایم خداوند رو بپرستیم و بگیم خداوند تو رو میپرستم. پدر جان محبت تو چقدر عظیمه. هاللویا. هاللویا. چشمان قلبم را بکشا. میخونیم. چشمان قلبم بکشا، چشمان قلبم بکشا، تا تو را بینم، تا تو را بینم. چشمان قلبم را بکشا، چشمان قلبم بکشا، تا تو را بینم، تا تو را بینم. در جلال آسمان مهر و قوت دستوست، تو هستی قدوس 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 قدوس. مهر و محبت دستوست، تو هستی قدوس 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 قدوس. Vader God, vraag me af. Ja, ik weet niet waar ik heb we die gezien. Vader God, vraag me af. پدر جان محبت تو چقدر عظیم است. هاللویا. اوکی. دری هوندت فن. اوه یا. سوری. هاللویا. خداوند رو بپرستیم با این سرود. و ما بقیه جلسه رو به بعدمون واهیک میسپارم. پدر جان محبت تو آنقدر عظیم است، ندانم بدون تو حیات چه بود ای خداوندم. خواندی مرا فرزند خود، هر روز محبتم نکنی ترک خداوندم. چون تو پدر من هستی، هم نام قدوست با تو پادشاه هستی، تنها تو رب الارباب. همبر نام قدوست بار تو پادشاه هستی، تنها تویی رب الارباب. جان محبت تو انقدر عظیم است، ندانم بدون تو حیات چه بود.